السلام عليكم ورحمة الله وبركاته خواهران و برادران عزیزم، موضوعی را که ما امروز میخواییم بروش صحبت کنم، آیا یک روز مشخص به نام روز زن یا 8 مارچ ما داریم و یا اینکه تمام روز روز زن است در اسلام؟ اولا بیاین ما تقلید کورکورانه نکنیم که یک روز را فقط به نام روز زن مختص کنیم، در حالی که اسلام ما را مکلف ساخته که بسته سال و کل عمر باید در خدمت زنها باشیم، که مادر باشه، همسر باشه، خواهر باشه، احترامشان کنیم و برایشان ارج قائل باشیم. و اسلام 14 سال قبل بس زن حقوق را قائل بوده که او حقوق زنها همیشه باید مد نظر گرفته شود و همیشه زن در اسلام قدامت تاریخی دارد و نقش آفرین بوده است و پیش قدم بوده است. مثلا اولین خانمی که ایمان آورد بی بی خدیجه یک خانم بود، یک زن بود، و بی بی سمیه اولین شهید راه اسلام یک زن بود، و اولین زنی که دانشگاه را بنیان گذاری کرد یک خانم بود. و همچنان ببینین در قرآن شریف دو سوره به نام سوره زن است، یکی سوره مریم و دیگه سوره نساء. این نشان دهنده ازی است که دین ما چقدر به زن ارج قائل شده و چقدر به زن احترام دارن. و کافران فقط یک روز را یا 8 مارچ را به نام زن تعیین کردن و از این روز تجلیل میکنن، اینا به زن چه احترام قائل هستن؟ میبینیم به مادر چه احترام قائل هستن. مادر یک زن است، آنها فقط یک روز یک دستگل اگر به مادر خود بدهند یا به خانم خود، ولی در طول عمر خدمت آنها را نمی کنند و مادرشان وقتی کهنسال می شه ببینین در خانه کهنسالا می برند و از میراث هم محروم هستند. آیا می اطاعت والدین؟ آیا می احترام به زن است؟ نه خیر. و خداوند جل جلاله قرآن شریف می فرماید و آشروهن بالمعروفه، و پیامبر صلی الله علیه وسلم می فرماید بهترین شما کسی است که با خانوادهش بهتر باشد. یعنی در او خانواده مادر است، خانم است، خواهر است، برادر است، باید با آنها با تمامشان رفتار نیک صورت بگیرد همیشه، نه فقط یک روز که دل خانم خود را خوش بسازی، یک دستگل برش بیاری و دیگه در طول عمر دیگه در قصهش نباشی، احترامش نداشته باشی، دوستش نداشته باشی، فقط امروز روزش تعیین کنی. و همچنان شاعر میفرماید نعمت دنیا زن و دندان بود، بی زن و دندان جهان زندان بود. پس بیاین عزیزان همیشه روز زن رو تجلیل کنیم، همیشه به خانم ها احترام داشته باشیم، فقط نه یک روز. سلام علیکم.